سلام رفقا، دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. تو این ویدیو قصد دارم به یکی از اصلی ترین معضلاتی که گیمرها توی بازی های وارزون دارن، مثل فورتنایت، پابجی، کال آف دیوتی، که حالا خب بازی های مختلف وجود داره، میخوام یکی از اصلی ترین معضلات رو بررسی بکنم و اون پینگ هستش. و اینکه میدونم همه گیمرها توی بازی های وارزون دنبال پینگ پایین هستن، اما چطور میتونن بهش دست پیدا بکنن و اینکه اصلا پینگ چی هست، چطور کار میکنه. در واقع یه جورایی قصد دارم که توی این ویدیو یه تیر دو نشون بزنم، هم یه خورده بریم سراغ بحث شبکه، هم یه خورده بتونیم به گیمرها کمک بکنیم، و اینکه کلن پینگ چی هست و چی کار میکنه. تو آخر این ویدیو با من باشید. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. ازتون میخوام که چنل من رو حمایت بکنید، لطفاً چنل من رو سابسکرایب بکنید. اگر از این دست ویدیوها خوشتون میاد، حتماً این ویدیو و ویدیوهای دیگه من رو برای دوستاتون شیر بکنید، به اشتراک بذارید، زنگوله نوتیفیکیشن رو هم فراموش نکنید. خیلی فکر میکنن که پینگ یک پروتکل در شبکه هستش، در صورتی که اصلا اینطور نیست. پینگ یک دستور هستش روی محیط کامند لاین توی ویندوز، روی مک او اس هم وجود داره، روی پلتفرم لینوکس هم وجود داره. در واقع یک دستور هستش که شما با تایپ کردن این دستور و آی پی اون عنصر مورد نظر توی شبکه، حالا میتونه یک سرور گیم باشه، میتونه یک کامپیوتر توی یک آفیس باشه، در واقع با تایپ کردن دستور پینگ و آی پی مورد نظر میتونید اون عنصر در شبکه رو پینگ بکنید. اما اینکه پینگ چی کار میکنه؟ پینگ یک ریکوست یا یک درخواست به سرور مورد نظر میفرسته و جوابی که بهش ریپلای میشه میشه گفتش چرخه پینگ رو کامل میکنه. معمولا 4-5 پکت روی پلتفرم های مختلف، مثلا روی ویندوز 4 تا پکت چند کیلوبایتی به اون سرور ارسال میکنه و 4 تا جواب بهش ریپلای میشه. و اینجوری شما میتونید اندازه‌گیری کنی که سرعت اینترنتتون و صحت و سقم اتصالتون به اون عنصر در شبکه به چه صورت هستش. حالا این رو روی سیستم بهتون نشون میدم، اما قبل از اون بریم سراغ این که ببینیم چرا ما از پینگ استفاده میکنیم. اینکه چرا ما از پینگ استفاده میکنیم، معمولا کارشناسا و تکنسین های شبکه برای اینکه ببینن اتصال به یک عنصر در شبکه وجود داره یا اینکه اون اتصال استیبل هستش، به عنوان مثال اون اتصال کاملا پایدار هستش یا نه، از دستور پینگ توی شبکه استفاده میکنن. در واقع برای کارشناس ها و تکنسین های شبکه پینگ یک ابزار کار هستش، اما برای گیمرها یک عامل اندازه‌گیری سرعت در واقع حساب میشه. و خب میخوام بهتون توضیح بدم که گیمرها چرا براشون سرعت پینگ پایین انقدر الزام داره. گیمرهای حرفه‌ای وقتی که توی بازی‌های وارزون هستن که روی بستر شبکه انجام میشه، سرعت اتصال به اون سروری که دارن روش اون گیم رو بازی میکنن بهشون کمک میکنه که توی بازی‌های وارزون وقتی چش رو چش میشن با دشمن، صدم‌های ثانیه خیلی براشون اهمیت داره. وقتی که با دشمن چش رو چش میشن و دارن به همدیگه شلیک میکنن، هر کی سرعت نتش سریع‌تر باشه دشمن رو سریع‌تر میبینه، و هر چی سرعت نتش بیشتر باشه در واقع میشه گفتش که تصویری که داره براش تحت شبکه ارسال میشه دوچار تأخیر نیستش. تأخیر دریافت تصویر در بازی‌های وارزون، اشتباه نکنید، لگ نیست. لگ چیز دیگه‌ایه که مربوط میشه به سخت افزار سیستم شما که شما دارید ازش بهره میگیرید برای اجرای بازی، مثلا مثل کارت گرافیک. اما تأخیر در
دریافت تصویر کاملا به سرعت اینترنت بستگی داره و هرچی پینگ شما پایین تر باشه، یعنی سرعت ریکوست شما به اون سرور و پاسخگویی اون سرور به شما سریع تر باشه، شما پینگ پایین تری داری، بنابراین در بازی های وارزون شما سرعت اتصال بیشتری به سرور داری و این کمک میکنه که تصاویری که داره برای شما ارسال میشه آن تایم تر باشه و هرچی تصاویری که شما دارید دریافت میکنید از سرور آن تایم تر باشه، بنابراین شما سریع تر میتونید تصویرهای آن تایم تری در بازی دریافت کنید و سریع تر در واقع دشمن خودتون رو ببینید توی بازی. اما گذشته از همه این حرفا بچه‌ها، چطوری میتونید سرعت پینگ خودتون رو پایین بیارید؟ این یه خورده مستلزم اینه که در کیسه رو شل بکنید. خیلی روک بگم، شما اگر پول خرج نکنید سرعت پینگتون رو نمیتونید پایین بیارید. اگر دنبال این هستید که هزینه ماهانه برای سرعت اینترنتتون نکنید، قطع به یقین شما یک گیمر حرفه‌ای نیستید و من توی این ویدیو روی صحبتم بیشتر با کسایی که دنبال این هستن که یک گیمر حرفه‌ای بشن. خب اولین چیزی که توی گیمر حرفه‌ای شدن تأثیر داره سرعت اینترنته. خب شما نمیتونی پول خرج نکنی اینترنتت سرعتش کمتر از 16 مگابیت پر سکند باشه و انتظار داشته باشی که پینگ پایینی داشته باشی و بتونی راحت و با خیال راحت بازی بکنی. مسئله دوم اینکه شما سخت افزاری که میخوای استفاده بکنی چیه؟ شما نمیتونید با یه دونه مودم ADSL خونگی با سرعت مثلا N150 با یه مودم N150 که حالا هم TP لینک هست هم D-Link هست، برند هایی که خب خیلی پاپیولار هستن و مردم استفاده میکنن، نمیتونید با این تجهیزات به یه سرعت معقول برای گیم دست پیدا بکنی. بنابراین خب باید به قول معروف یه خورده در کیسه رو شغل بکنید و بابت این تجهیزات و اون سرعت اینترنت هزینه بکنید. من خیلی توی شبکه‌های اجتماعی مختلف می‌بینم که خیلی‌ها دنبال تایتل می‌زنن که چجوری سرعت پینگ خودمون رو بیاریم پایین و خیلی راهکارهایی میدن که از دید و منطق شبکه کاملا مسخره و بچگانه است و شما نمیتونید با یک نرم افزار سرعت پینگت رو پایین بیاری. گذشته از اون، ما توی کشوری داریم زندگی میکنیم که خب محدودیت‌هایی وجود داره و مجبور میشیم از VPN استفاده بکنیم. VPN میاد واسط میشه بین سیستم شما و اون سرور گیم و خب همین باعث میشه که اون راه مستقیم‌تر رو شما از دست بدید و سرعت پینگتون بالا بره. خیلی بهتر از من میدونید شما وقتی که از VPN استفاده میکنید سرعت اینترنتتون کند میشه، گاهن تا نصف سرعت اصلی اینترنتتون میشه و خب متاسفانه خیلی از سرورهای گیمینگ مثلا مثل یوبیسافت، مثل استیم، اینا ما رو فیلتر کردن و وقتی که ما به واسطه اینها داریم یه گیمی رو بازی میکنیم اتفاقی که میفته حتما باید VPN بزنیم و VPN سرعت ما رو میاره پایین. قطعاً کسایی که از ایران دارن گیم های وارزون بازی میکنن خودشون خیلی بهتر از من میدونن که ما پینگمون، سرعت پینگمون به مراتب بالاتر از همه رقیبامون توی اون گیم هستش. خواستم با گفتن این موضوع بگم که این موضوع رو من میدونم و یه جوری با گیمرهای عزیز درد و دل کرده باشم، اما اگر بخواید هزینه نکنید خیالتون رو راحت بکنم، با هیچ نرم افزار و راهکار و ترفندی شما نمیتونید سرعت پینگتون رو پایین بیارید. بنابراین اگر میخواید که این اتفاق بیفته و واقعا عاشق گیم هستید و یه جورایی با گیم زندگی میکنید، حتما و لطفا برید و سرعت اینترنتتون رو ارتقا بدید و سخت افزارهایی که دارید برای در واقع گیمینگ ازش استفاده میکنید رو ارتقا بدید، چون چاله دیگه ای وجود نداره.
خب بچه این اتفاقی که الان توی بازی پابجی داره واسه من میفته، همونطور که متوجه شدید تلاش میکنه که لوت کنه، منتها نمیتونه این کارو انجام بده. دلش هم کاملا به صورت نت من برمیگرده و یه دفعه دیدید که جامپ کرد عقب. این دقیقاً به خاطر پینگیه که داره واسه من اتفاق میفته، پینگ بالاییه که من دارم و احتمال میدم که حتی همین الان البته لوت کردش، احتمال میدم که خب خیلی سرعت اتصالم به اینترنت ضعیف باشه. به خاطر همین توی بازی گوهم پیش میاد که شما یک قسمتی رو رد میکنید ولی یه دفعه بازی میارتتون عقب. این به خاطر اینه که شما روی سرور اتصالتون از سرور قطع شده و سرور شما رو میندازه آخرین جایی که توی بازی بودید. این یکی از نشونه های پینگ بالا هستش. به خاطر همین من که عاشق بازی پابجی هستم، توی بازی های وارزون معمولا این موضوع گریبانم رو میگیره. به خاطر همین گفتم که روی بازی همین رو بهتون نشون بدم تا بهتر در نظر داشته باشید که چجوری این اتفاق واسهتون میفته و نشونه های پینگ بالا چیا هستش توی بازی. خب بچه روی سیستم بریم یه دونه بررسی داشته باشیم روی پینگ و اینکه چجوری میتونیم پینگ بگیریم و اینکه چجوری پینگ کار میکنه. همونطور که گفتم توی محیط کامندان CMD توی ران میزنید توی ویندوز، محیط در واقع کامندان باز میشه. حالا توی لینوکس بهش میگن ترمینال، توی پلتفرم مک او اس هم یک همچین چیزی داریم، میتونید پینگ بگیرید. من همونطور که گفتم پینگ دستوره، دستور پینگ رو تایپ میکنیم و بعد آی پی اون سروری که میخواییم حالا بهش وصل بشیم. معمولا توی اینترنت موقعی که میخواییم بریم به اینترنت وصل هستیم یا نه 4-8 رو پینگ میکنیم. من الان 4-8 رو پینگ کنم. اوپس، مثل اینکه نامبرکم خاموش بود. خب همونطور که میبینید میگه که ریپلای فرام 4-8. خب و یه بار ریکوست تایم اوت داد، یعنی از 4 پکتی که برای من از سیستم من فرستاد به سروری که آی پیش 4-8 بودش، همونطور که میبینید 3 تا از پکت ها ریپلای شد و یه دونه از پکت ها ریکوست تایم اوت شد. یعنی توی اون زمان لازم که باید میرفت و برمیگشت این اتفاق نیفتاد. حالا موضوع چیه؟ به اینجا دقت کنید، پکیتی که داره میفرسته 32 بایته، این از حجم پکیت. تایمی که پکیت رفته و برگشته 41 میلی سکند بوده و تایم تو لیو اون پکیت، مقدار زنده موندن اون پکیت 113 هستش. خب مقداری که در واقع اون پکیت زنده میمونه که اگر دیرتر از این مقدار بره و برنگرده اصطلاحاً ریکوست تایم اوت میشه، یعنی ریکوست و درخواستی که شما فرستادی تایم اوت میشه، توی اون مدت زمانی که تایم تو لیوش هستش برنگشته. این از دستور پین که گفتم با پروتکل ICMP توی شبکه در واقع اکو ریکوست و اکو ریسپاند میشه. حالا این چیزایی هستش که توی مباحثی که توی شبکه بعداً قصد دارم یاد بدم، بعداً بیشتر بهشون میپردازیم. اما در همین حد که پینگ چی هستش، میتونید پینگ رو در واقع توی محیط کامند یا اونجوری که معروفه تو محیط داس ویندوز بیاید و پینگ بگیرید. اما یه نرم افزار دیگه به اسم SPD تست که خیلی معروف هم هستش، من اینجا بیارمش. این هم افزار SPD تست هستش که اون اصلیه واسه کمپانی اوکلا هستش اگر اشتباه نکنم. همونطور که میبینید الان تحت لوکیشن من رو هم داره نشون میده. کاری که من انجام میدم اینه که یک بار گو رو میزنم که هم سرعت اینترنت هم رو تست بکنه، هم در واقع
پینگم رو چک بکنه. همونطوری که میبینید، حالا اینترنت که من دارم اینجا استفاده میکنم 16 مگابیت پر سکند هستش، همونطوری که میبینید توی دانلود یه چیزی حدود 13 مگابیت پر سکند، 13 خورده نزدیک به 14 سرعت دانلود هم هستش و سرعت آپلود رو هم که میبینید چقدر کم هستش. این یکی از بزرگترین معضلات ما یوتیوبرها هستش بچه‌ها، که خب به خاطر اینکه آپلودمون فوق‌العاده سرعتش از دانلودمون پایین‌تر هستش، گاهن تا 10 ساعت 12 ساعت طول میکشه که ما یک ویدیوی 10 دقیقه‌ای رو توی اینترنت توی یوتیوب آپلود بکنیم و خب بعد از کلی زحمت خیلی وقتا فیل هم میشه. همونطور که الان میبینید پینگ من 7 میلی ثانیه هستش، ولی این 7 میلی ثانیه به یک سر از سیستم من به سرور در واقع مخابرات هستش، به اون ISP که در واقع من بهش اتصال دارم، و اگر سروری اون طرف دنیا باشه گاهن این پینگ نزدیک به 100 میلی سکند 200 میلی سکند هم میرسه. به خاطر همین این یکی از نرم افزارهایی هستش که پینگتون رو میتونید واسه اندازه بگیرید و سرعت در واقع اینترنتتون رو توی استور خود مایکروسافت هم هستش میتونید برید دانلود بکنید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که خوب انتقال داده باشم، امیدوارم که برای کسایی که یکم کمتر با این مسائل آشنا هستن خیلی سبوک باشه. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید، حمایت من رو فراموش نکنید، ازتون میخوام که چنل من رو سابسکرایب بکنید. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید، تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.